قبلا کودکان مصاب به HIV هلاک می شدند، اما حال کودکانی که حتی از مادران مبتلا به ایدز نیز متولد می شوند می توانند آری از این ویروس باشند. امسال تایلند انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد را کاملا محو کرد و سایر کشورها مثل هایتی هم در حال زدودن سرایت HIV به نوزاد است. Prevention of mother to child. یکی از بزرگترین موفقیت‌ها در تحقیقات HIV جلوگیری از انتقال ویروس عامل ایدز از مادر به طفل است. اما هنوز هم در کشورها با درآمد متوسط سالانه 150 هزار کودک به HIV مبتلا می‌گردند. برای تداوی زنان مصاب به HIV تلاش وجود دارد تا این تداوی را در طول حیات خود ادامه دهند. حتی دسترسی به کلینیک ها مشکل بوده یا اینکه کلینیک ها به فاصله دور موقعیت دارد. ممکن دستیابی به ادویه دشوار بوده و استفاده از این ادویه نیز مشکل باشد. پژوهشگران در اینستیتوت ملی صحت روش سهل‌تر را برای سلامتی زنان جستجو می کنند. یکی از موارد تحت مطالعه را که ما تمویل کردیم بررسی مؤثریت گرد همایی مریضان برای تداوی و آزمایشات در کلیسا و ایواز کلینیک است. آنها دریافتند که سایر روش ها می تواند مؤثر باشد، چنانچه تداوی مردان می تواند به زنان نیز کمک برساند تا آنها مالجه شوند. همچنان این کار در خانه نیز می تواند انجام شود. قسمی که تداوی HIV به حیث مراقبت های CAD نیز از این جمله اقدامات است. نام رسمی این روش تطبیق ساینس یاد می شود. نخست باید مطمئن شد تا بسته تکنیکی مناسب را داشت. ادویه مناسب در وقت مناسب به بیماران داده شود. ثانیاً آنها سیستم عملیاتی مناسب را به دسترس داشته که با مراقبت های ولادی شریک شود، زیرا جز عادی مراقبت های صحی محسوب می شود. در قدم سوم از این مسئله حمایت سیاسی و دوامدار باید صورت گیرد. ابزاری که سرایت بیماری را از مادر به طفل توقف می دهد وجود دارد. مشکل اساسی به کار انداختن این ابزار است. هدف این است تا مصابیت 150 هزار نوزاد که از طریق مادر HIV ایدز با آنان سرایت می کند به صفر تقرب نماید. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.